در موضوع شادروان استاد محمد رضا شجریان میشه از زوایای مختلف صحبت کرد. من صحبتم رو در دو بخش خلاصه می کنم. یکی شخصیت و مرام ایشون و دیگری شیوه خواندن و نوع خواندن ایشون در موسیقی دستگاهی ایران. در بخش اول اشاره می کنم به مرام افتادگی و خصوصیات اخلاقی که ایشون از نوجوانی داشتند و فروتنی ایشون. برخلاف خیلی از موسیقیدانان ایران، ایشون آدمی اجتماعی، مردمی و همراه با مردم و اجتماع بودن و خواستهای اجتماع و خودشو هیچ وقت جدا از مردم و اجتماع ندید. از جوانی تا زمانی که هوشیار بود و همین خصوصیات باعث شد که نه تنها محبوب ترین موسیقیدان کشور باشه در سده اخیر، بلکه محبوب ترین هنرمند ایران باشه در سده اخیر در همه حوزه ها، یعنی در نسبت با همه حوزه ها. ایشون ابایی نداشت که دست هر خواننده یا هنرمند از نواحی مختلف رو ببوسه با اخلاص. همیشه هر وقت که ما دیداری داشتیم از من سوال میکرد که از تو این همه سفر میری از تو اینا خواننده ای در میاد؟ گفتم که حتما در میاد، منتها نوع موسیقیش با نوع موسیقی شما متفاوته. در اولین اختتامیه جشنواره آینه‌دار ما از یکی از بزرگترین خوانندگان فقید موسیقی بلوچستان استاد لعل‌بخش پیک دعوت کردیم که ازش تجلیل به عمل بیاد. در روی صحنه استاد شجریان دست لعل‌بخش پیک رو بوسید. ایشون نابینا شده بود دیگه. من به آقای لعل‌بخش گفتم که این شخصی که دست تو رو بوسید آقای شجریان بود. گفت آقای شجریان؟ گفتم بله. تازه بغلش کرد. بعد من به آقای شجریان گفتم که این یکی از بزرگترین خوانندگان موسیقی بلوچستان از چابهار. شخصی بود بسیار مؤدب، با وقار، با شخصیت. ممنوع الصداش کردن
اصلا به روی خودش نیاورد. ممنوع تصویرش کردند، اصلا به روی خودش نیاورد. فقط مونده بود که ممنوع سفرش بکنه. به لحاظ روحی بسیار پر بنیه بود. اینها گذشته از خوش صدایی که اساساً در کل خانواده اینها حالا موروثه بود، اون ربطی به این مسائل نداره. من راجع به شخصیت کلی ایشون صحبت دارم میکنم. بخش دوم صحبتم راجع به شیوه خواندن ایشون بود. ایشون در زمانی که حتی در اوج بود تمرین میکرد، یعنی ممارست در عمد خواندن رو هیچ وقت کنار نمیذاشت. ایشون منظری داشت که حیات و باغچه بزرگی داشتن و خب در فصلهای گرم این باغچه نیاز به آبیاری داشت. میگفت من خودم این باغچه رو آبیاری میکنم و این آبیاری یک واکمن تو جیبم هست و یا دستم هست و مدام صدای خوانندگان بزرگ و قدیمی ایران مثل اقبال آذر، مثل بنان، مثل دیگران رو، مثل طاهرزاده، مثل دیگران رو گوش میدم و تکرار میکنم. این زمانی بود که همه کشور این رو در صدر می دیدن. بعد خودم می خونم و صدای خودم رو گوش می دم. الان کدام یک از خوانندگان جوان این کار رو انجام می دن؟ یعنی این تمرین و ممارست رو انجام میدن؟ هیچ کنه. اون قادر بود که مثل اقبال آذر بخونه، مثل طاهرزاده بخونه، مثل بنان بخونه، مثل همه اینا قادر بود بخونه، ولی مثل هیچ کدام نمیخوان، مثل خودش میخوان. بعد از اون هیچ خواننده‌ای به جز استاد شهرام ناظری دیگه شیوه اختصاصی پیدا نکردن. همه سعی کردن مثل استاد شجریان بخوانن، اگه خیلی بده. اون بعد از 100 سال از خودش یک شیوه خاص در آواز خواندن در موسیقی دستگاه ایران به جای گذاشت. ما آینده رو اطلاع نداریم که چه اتفاقی میفته. شاید یه کسی پیدا بشه بهتر ایشون بخونه، چه خوب. ولی تا امروز در 100 سال گذشته کسی بهتر ایشون نخونده. البته شیوه استاد شهرام ناظری متفاوته با آقای شجریان، از اول متفاوت بود اصلا.
یعنی در دو مسیر مختلف اینا حرکت کردن. و نکته جالب این هست که شجریان به لحاظ انتخاب شعر بیش از هر شاعر دیگری از حافظ در آوازهاش انتخاب می کرد و حافظ بیش از هر شاعر دیگری از واژه عشق استفاده می کرد. در کمتر غزلی از حافظ هست که شما با واژه عشق برخورد نکنید. واقعا در کمتر غزلی هست. این عشق چیه؟ یک در غزلهای حافظ یک مفهومه، یک کسی هست، خداونده، چی هست که اینقدر تکرار میشه حتی در یک غزل چند بار؟ البته استاد شجریان در غزلها در آوازهاش از سعدی هم استفاده کرده، از شعرهای دیگه هم استفاده کرده، ولی بیش از هر شاعری از حافظ در آوازهاش استفاده کرده و حافظ بیش از هر شاعری از واژه عشق استفاده کرده. اینجا مثل یک منظومه است. که یک خورشیدی به نام عشق در مرکز حافظ دورش می‌گرده. بعد شجریان دور حافظ میگرده و مردم دور شجریان میگردن، مثل منظومه شمسیه، این گردش سیارات. چرا زمانی که یک کسی گفت این جمعیت کثیر خس خاشاکن، شجریان گفت من برای همین خس خاشاک میخوانم و هیچ هنرمند و موسیقیدان دیگری این رو بازگو نکرد. بارها این رو تکرار کرد که من با مردمم و کنار مردمم. خب علت این محبوبیت همین هاست. اون عشقی که حافظ مدام تکرار میکنه و مدام شجریان با انتخاب درست از غزلهای حافظ این رو به زبان میاره و تکرار میکنه، این عشق به دل مردم میشینه، مردم خوششون میاد. این هاست راز ماندگاری استاد شجریان. حتی عاقل‌ترین شاعر ایران که سعدیه، یعنی از سعدی ما عاقل‌تر نداریم اصلا، میگه آنجا که عشق خیمه زند جایگاه عقل نیست،
قوقا بود دو پادشه اندر ولایتی، وانگه که عشق دست تطاول دراز کرد معلوم شد که عقل ندارد.